یک دختر در بی پوانتون پیش ما آمد. من گفت استاد یک سوال دارم. اصلا فیلم برآمدیم، در بیرون محصلین کل لگی استاد هستن. ما گفتم مالی خو چی است؟ گفتم بگو دختر جان سوال دارم. گفت استاد سوال من بسیار طویل است. ما گفتم نه خواهم اینجا دمی را بگو، به خاطر از اینکه من در جای کن احوالتی تناشش تنم میتونم دیگه. خیر است اینجا استاد هستم، بگو سوال دارم. استاد چی دیمک؟ این دخترک گفت که ما یک مشکل داریم، فامیل ما مرا گفته که امی سوال برو از استاد بکن. مادرم گفته، پدرم گفته. گفتیم خوب است، چی مشکل دارین؟ گفت یک بچه خاله ایم است، این زندگی میکرد در لندن، درس میخوان در لندن. گفت اموج زندگی ها میکنن، فامیلشان هم است و اموج رفته بودم لندن. گفت ای در موادی درس خواندن کده کدام دختر لندنی در اون پانتون آشنا شدن. بعد از آشنایی گفت ای دختر و ای پسر میخواستن ازدواج بکنه. بازی بچه برش گفته که والا ما کده تو ازدواج کده نمیتونم، به خاطر ازی که ما یک مشکل دارم. تا مشکل چیه؟ اگه فامیل ما بفهمه که تو یک دختر بیدین هستی یا نصرانی هستی یا کریستیان هستی یا لایک هستی یا مثلا چی هستی، در فامیل بر من مشکل پیدا میشه، من نمیتونم که امرای تو ازدواج کنم. اون دختر گفته دین شما چی هسته؟ این بچه برش دین تشریح کرده که اسلام این تو کلمه خوانده میشه، این تو حجاب باید بپوشی، اما چیزایی که سر یک دختر مسلمان هست امور برش تشریح کرده. این برش گفته گفت بسیار خوب است، که بسیار خوب است، ما هم از این برهنگی و سرلوچی و یا خسته شدیم، ما هم از این بیدینی و بداخلاقی خسته شدیم، چه خوب است ما تو ازدواج کنیم. سعیست بفرمایم. گفت رفتیم در اسلامیک سنتر در لندن و کلمه خواندن همین ای دختر، ما سند امضا کردن، بالاخره در اسلامیک سنتر اردوشان ازدواج کردن. گفت ازدواج کردیم. بعد از ختم ازدواج این دختر برازی گفته که خیمه و شما همی مای اصل خوده میریم در وطن شما در افغانستان تیر میکنیم، من برو مادر تا ببینم، پدر تا ببینم، فامیل تا ببینم، خوشحالم میشنم. صاحب اردوی عزیز هم میگه خیستن، این دختر صاحب از لندن آمد، حجاب کدگی پوزش بسته، تنها چشمایش معلوم میشه. اول که میگه در خانه رسید سجده کرد، خسرو خدا دید که دیش صفحه دادم آجی صاحب شیشته و خوشوی خدا دید که بی بی آجی شیشته، چادر بسیار کلان و هم سر روی زیر بوسه کرده و هم از اینی خوهرم است، اینی خوهرهایم است، اینی مادرم است، پدرم است. میگه این قرار هم اینجا بود و ای دیگاه که روزانه هر طرف میرن این دخترک انگلیسی میگه که از این بی بی آجی خوشوی خود گفت میشینه و قرآن شریف میگیره و خانده میره و پرسان میکنه و چی میکنه. گفت قرار هم اینجا شیشته مطالعه میکنه. گفت تا چند وقت مشکل نبود، دو هفته، سه هفته، چهار هفته. گفت چهار هفته بعد که شد گفت در فامیل ما عروسی شد. عروسی هم در کجا هست؟ در هتل هست. گفت دختر در روز عروسی چی گفت هست؟ گفت عروسی هست، اما حجاب خود پوشید که شوهر خود رفت در هتل دیگه، خالبت مسلمان ها هستن شد. گفت که صاحب در هتل میره یا خسری هستن که این آجی صاحب تا میشه در تریش یک متره بی بی آجی تا میشه. که بی بی آجی رفته صاحب در آرایشگاه صاحب سر از شکل داده، هر دختر از این صاحب کولها را لچ کردن. ای که در هتل سیل میکنه که کل از اینا چیست، نمازی دیگر هیچ کس نماز نمیخونه، نماز شام هیچ، نه زن نه مرد نماز نمیخونه. ساز شروع میشه، این سازندار سیل میکنه، میگه هر کدام از یا که میگه میگی بر شوهر خود میگه دیگه، شوهرش میگم طرقا ایش سر کرده. Are they are Muslim? Muslims? شوهر خود میگه مسلمان هست. Yes. Muslims? دختره که تیز مردا میرخزن پیش روی گارسون ها میرخزن مسلمان هستن؟ شام آزان داد کس نماز نمیخونه، شوهر خود میگه کجا نماز بخونم؟ دو کنجکی. این زنا مسلمان هستن؟ این مردا مسلمان هستن؟ خب میگه صاحب از عروسی که آمد
آلی دختر میگه شوهر خودم کم گرفته که تو مرا بازی دادی، تو مرا فریب دادی، تو مرا دروغ گفتی. اونمو بیغیرتی هایی که در لندن از شما در چند از او بیغیرت هستین، اونمو گناه و بد اخلاقی که اونجا از شما در چند از او هستین. چرا شما که مسلمان نبودین مرا بازی دادین؟ من مادرم را ترک کردم، پدرم را ترک کردم، فامیلم را ترک کردم، آمدم امرای شما که من در یک جامعه اسلامی زندگی بکنم. کجای شما مسلمان است؟ این لباستان، این بیغیرتیتان، این اختلاطتان، این رقاصگریتان، این رقصاندن دخترها و خواهرهایتان در مقابل چشم مردم، این کجایش اسلام است؟ کوکی حجاب؟ تو خود برای من گفتی که حجاب است، ستر است، حیا است، شرم است. ای کدامش ما مسئله بی بی عایشه و بی فاطمه است که تو برای ما دروغ گفتی که این توست؟ دروغ است، شما کلتان دروغ است و این دین شما دین درست نیست و مرا شما بازی دادین. آجل پاسپورت مرا، کار مرا جور کن و مرا پس ببر به موطنم، ما اشتباه کردیم. در لندن مسلمان شد، در افغانستان آمد پس کافر میشه. ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفر. از این خاطر است بسیار خطرناک است که کسی به خاطر مرا گفت. ما گفتم حالا دختر گلم، ما برای این سوال جواب ندارم، برای این سوال ما جواب ندارم. رای حل از کجاست؟ پدر تا بگوید توبه کنم، آجی صاحب کلانم بی بی آجی را بگوید توبه بکنه، صحیح نه؟ خواهرهای تا بگوید توبه بکنه، پس خود اصلاح کنن، توبه کنن. تا کجا؟ در غیر از این در روز قیامت این امی دست از این در یخن شما هست و شما هستن که این از اسلام چی کردین؟ متنفر ساختین. این حال اخلاق زشت اکثرا مردمی که متنفر میشن از چی متنفر میشن؟ از اخلاق زشت این مسلمان دیندار. ما سنت نماز قبول داریم، سنت رسول الله صلی الله علیه و آله در خانه قبول نداریم، سنت رسول الله صلی الله علیه و آله در لباس قبول نداریم، سنت رسول الله صلی الله علیه و آله در ناموس خود قبول نداریم، سنت رسول الله صلی الله علیه و آله در عروسی خود قبول نداریم، سنت رسول الله صلی الله علیه و آله در جنازه خود قبول نداریم. علی قسم که مسلمانی نمیشه. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شما پیروی از گام های شیطان نکنین. پیروی از گام های شیطان چی است؟ که تو نصف دین قبول میکنی، افتؤمنون به بعض الكتاب و تکفرون به بعض. یهود مشکل چی بود؟ برازونا گفته شد یهود چرا مورد لعنت الله قرار گرفتن؟ به بعض کتاب ایمان داشتن، به بعض دیگه کتاب ایمان نداشتن. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، جزای کسایی که کار از شما میگن چیز الا خزی فی الحیات الدنیا، در دنیا اینقدر ذلیل میشی که تا کافر سر تو خنده میکنه. و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب، و در روز قیامت به سختترین عذاب گرفتار میشه. و ما الله بغافل عما تعملون، الله بیخبر نیست از آن چی که شما عمل میکنید. پس ما مثلا افتؤمنون بعض الكتاب چی است؟ والا سم اینی احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله بخش قبول داره. اگر رسول الله صلی الله علیه و آله برات گفته که ریش اینقدر ماندنش سنت است، امور رسول الله صلی الله علیه و آله برات گفته که اونمو رسولی که اینم قدر یک قبضه ریش مانده، اونمو رسول باز در خانه خود جارو کرده، اونمو رسول باز کالای خود خودش دوخته، اونمو رسول کسی بوده که گوسفند خود شیرش خودش می دوخت، اونمو رسول سنتش است که در خانه خود مثل یکی اعضای خانواده کار کرده. این مجموع سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر جامعه معرفی میکنه، نه یک سنت و دو سنت و چهار سنت و پنج سنت.